أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قسمت مهم مسائلی که مربوط به این کریمه بود مطرح شد. در پایان این بحث ها مبحثی رو سید الاستاد رضوان داره به عنوان بحث اجتماعی طرح میکنم، یعنی نبوت یک بحث عقلی دارد که در علوم عقلیه مثل فلسفه و کلام مطرح است که وجود نبی ضروری است، منتها کلام و فلسفه فرقشون در نبوت خاصه است. نبوت خاصه قابل اثبات فلسفی نیست ولی قابل اثبات کلامی هست، چون در فلسفه روی اشخاص و جزئیات بحث نمی شود. براهینی که در علوم عقلی مطرح است مقدماتش باید کلی و ذاتی و ضروری و اولی باشد. روی اشخاص جزئی برهان قامل می شود و قسمت مهم بحث های شخصی نقل است و نه عقل، و چون کلام از این جهت هم می تواند بحث کند لذا نبوت خاصه را کلام بهده دارد. مثلا نبوت حضرت عیسی، نبوت حضرت موسی، نبوت رسول اکرم علیهم السلام را کلام بهده دارد، ولی نبوت عامه را فلسفه طرح میکند. گذشته از اون بحث عقلی یه بحث اجتماعی دارند و این است که بر اساس تجربه محیط سازنده است، یعنی یک نوعی که در یک محیطی به سر میبرد برابر نیازهایی که با اون محیط دارد خود را میسازد که بتواند در اون محیط زندگی داشته باشد. موجوداتی که در منطقه های سردسیر یا گرمسیر یا منطقه اعتدالی به سر میبرند سعی میکنند دستگاه فکری و عملی خود را هماهنگ با خواسته های محیط بیرون تنظیم کنند که بتوانند از مواهب طبیعت بهره ببرند. انسان هم از این قانون کلی مستثنا نیست. نیازهایی که انسان احساس می کند، فشارهایی که از عالم بیرون بر او تحمیل می شود، او را وادار می کند که خود را با نظام هستی هماهنگ کند. و از طرف دیگر قانون تکامل را نمی شود انکار کرد. پس تأثیر و تأثیر از محیط یک اصل و تکامل هم اصل دیگر. بنابراین اگر که اون که در گذشته بشر بی نیاز از انبیا نبود، ممکن است در آینده بشر از وحی و رسالت بی نیاز باشد، معاذ الله دیگر نیازی به انبیا نداشته باشد، زیرا احتیاجات خود را خوب بشناسد و در اثر فشار محیط و تکامل بتواند علل و عوامل فکری و عملی فراهم کند که نیازهای علمی و عملی خود را تأمین کند، دیگر محتاج وحی نباشد. جواب اجمالی این سؤال این است که اگر در سطح معادن یا گیاهان یا حیوانات غیر انسانی بر اثر تأثیر محیط و تکامل یک موجود زنده می تواند نیازهای خود را برطرف کند، در باری انسان این امر میسر نیست، زیرا انسان دارای روح مجرد است و این روح مجرد برای ابد زنده است و برای تأمین نیازهای این موجود ابدی مسئله تأثیر و تأثیر محیط و امثال ذلک راهگشا نیست. انسان به بسیاری از علوم نیازمند است که نه در محدودی زیست او اثری از اون علوم هست و نه او توان اون را دارد که در سایه هماهنگی با محیط به اون علوم غیبی راه یابد. این جواب اجمالی. جواب تفصیلیش
بعد از مراجعه به آیاتی است که ضرورت وحی را برای همیشه تثبیت میکند و انسان را برای همیشه نیازمند وحی میداند. این گونه از آیات که خونده شد اونگاه مبدأ برهانی میشود، یعنی از خود این آیات انسان الهام میگیرد که چگونه استدلال کند و نیاز دائمی بشریت به وحی را تثبیت کند. از قرآن کریم به خوبی برمی آید که عقل در این حال که لازم است برای تأمین سعادت کافی نیست. هر که هم پیشرفت بکند یک گوشه کار را بهده دارد، نه همه جوانب را. هر جا سخن از عقل است به عنوان یک پایه حجت مطرح است، نه همه پایه ها و ارکان. در سوره مبارکه نساء این آیه بود که قبلا هم در آغاز بحث خونده شد. آیه 164 و 165 سوره نساء این است که بعد از اینکه نام بسیاری از انبیا را برد، فمود و رسولن قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولن لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما، رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیم. فمود انبیای فراوانی را ما به منظور هدایت جوامع انسانی اعزام کردیم که قصه بعضی از اونها در قرآن کریم آمد و داستان بعضی اونها هم نیامده و همه اونها با تبشیر و انذار اعزام شدن برای اینکه انسانها بعد از آمدن انبیا حجتی نداشته باشند، هیچ بهانه‌ای نداشته باشند. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب اگر عقل وحده حجت بالغه حق بود و به تنهایی کافی بود و احد الحجتین بود به نحو مانعة الخلوب که یکی از این دو کافی است، خب خدا نمی فرمود اگر ما انبیا اعزام نمی کردیم اونها احتجاج می کردن، ولی الان می فرماید ما اگر انسانها را بخواهیم بدون وحی عذاب کنیم اینا احتجاج می کنن، می گن چرا راه نما نفرستادی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. چون عقل عامل احتجاج است، وحی هم حجت است. به وسیله وحی خدا بر بنده ها احتجاج می کند، با داشتن عقل بنده بر خدا احتجاج می کند. این را عقل می گوید که شما بشر را باید هدایت می کردید، چرا راهنما نفرستادید؟ معلوم می شود عقل در این حال که بعضی از امور را درک می کند معذالک راه گشا برای همه مسائل نیست. در سوره مبارکه مائده آیه 19 می فرماید یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر والله على كل شيء قدير. گرچه این خطاب به اهل کتاب است ولی برهان عام است. فرمود خداوند به اهل کتاب میگوید ما به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شما را از بسیاری از احکام الهی آگاه کردیم. یه دوران فترتی بود که سپری شد و بعد از گذشت اون دوران ما رسولمون را اعزام کردیم که احکام الهی را برای شما تبیین کند، مبادا بگویید که ما بشیر و نذیر نداشتیم. این انتقولو یعنی کراهت انتقولو نذیر انتصیب و قومن به جهالتن در آیه 90 فرمود ما رسول را فرستادیم یبینو لکم علی فترت من الرسول انتقولو ما جاءنا من بشیر و نذیر، یعنی لعلا تقولو کراهت ان تقولو مبادا این که بگویید ما بشیر و نذیر نداشتیم. خب اگر عقل وحده کافی است دیگر خدا نمی فرماید ما انبیا فرستادیم
برای اینکه شما مبادا بگویید بشیر و نذیر نیامد. وقتی عقل کافی است، خدا می‌فرماید ما به شما عقل دادیم و اگر عقل نمی‌دادیم احتجاج می‌کردید، چون عقل دادیم حجت خدا بر شما تمام است. معلوم می‌شود عقل در عین آن که لازم است کافی نیست. در سوره مبارکه انفال مشابه همین معنا آمد است که ما وحی را فرستادیم تا هر که هلاک می شود بعد از اسمام حجت باشد و هر کس به مقصد می رسد روی بینه باشد. آیه 42 سوره انفال این است که از انتم بالعدوه دنیا و هم بالعدوه القصوى و رکبو اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا لیهلک من هلکه عن بینتین و یحیی من حیه عن بینتین و ان الله لسمیع علیم. گرچه این خطاب نسبت به حوزه اسلامی است، اما برهانش عام است. نظیر آیه سوره مائده، گرچه خطاب به حوزه اهل کتاب است ولی برهان مسئله عام است. فرمود ما این دستورات را دادیم تا اگر کسی به هلاکت افتاد و مبتلا شد بعد از اتمام حجت باشد، بعد از بینه به هلاکت بیفتد. معلوم می شود اگر وحی نباشد انسان به همون عقل تنها اکتفا کند، گرچه به هلاکت مبتلا می شود ولی هلاکت او ان بینتن نیست، ان حجتن بالغتن نیست. پایان سوره مبارکه طه آیه بود که در اوائل بحث اشاره شد. اون آیه این است که آیه 134 سوره طه است. همود ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلهی لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی که من قبل ان ندل و نخزا. فرمود ما اگر در اثر تبهکاری های این مردم قبل از فرستادن رسول اینها را عذاب می کردیم، اینها احتجاج می کردن، گفتن چرا پیامبر نفرستادی تا ما گمراه نشویم. لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی که من قبل ان ندل و نخزا. معلوم می شود اگر کسی بدون وحی به ذلت و خزی برسد، به خدا می گوید چرا راهنما نفرستادی. از این نحوه احتجاج روشن می شود که عقل به تنهایی کافی نیست. و اون آیه معروف براءت مؤید این مسئله است، نه دلیل مسئله، که فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. سر این که این دلیل نیست در حد تأیید است، برای اینکه خدا فرمود ما این چنین نیستیم که بدون رسول کسی را و گروهی را عذاب بکنیم. خب ممکن است خدا تفضلاً این کار را بکند، ارسال رسول لازم نباشد، ولی روی تفضل و عنایت الهی اول رسول را اعزام میکند بعد عذاب میکند. شاید اصل رسول وجودش ضروری نباشد. از این آیه به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا استفاده می شود که خدا بدون فرستادن رسول کسی را عقاب نمی کند. اگر منظور از این رسولان خصوص رسول ظاهری باشد، ولی تو کتاب های اصول ملاحظه فرمودید به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خود عقل هم در بعضی از بخش ها که بالاستقلال مطلبی را درک می کند رسالت الهی را به عهده دارد. علی‌ای حال از این آیه بیش از تأیید بر نمی آید، نه دلیل. تأیید مسئله است که عقل در این حال که لازم است کافی نیست. در سوره مبارکه غافر که همون سوره مؤمن معروف است، آیه 83 این است که فمود فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قرآن چون برای همیشه زنده است،
و این چنین نیست که مربوط به قضایای صدر اسلام باشد که الان فقط تلاوتش برای ما مونده باشد، بلکه کتاب حیات به زندگی است. و اگر در صدر اسلام مصداق خاص داشت و این آیه بر اون مصداق تطبیق می شد، معناش حصر انطباق نیست. در این زمینه فرمود عده‌ای به اون علوم بشری مغرور بودند و اون را کافی می شمردند. وقتی انبیا به منظور هدایت اونها اعزام می شدند، اینها به همون علوم بشری خوشحال بودند. اون که طبیب بود، اون که مهندس بود، اون که ریاضیدان بود، اون که حقوق بین الملل و امثال ذلک می دانست، به همین علوم بشری خوشحال بودند. حرف انبیا را نمی پذیرفتن. فرحوا بما عندهم من العلم، اون علمی که داشتن به همون خوشحال بودن و می گفتن ما با داشتن این علم از رهاورد انبیا بی نیاز. قرآن کریم اینها را تخطئه می کنن. می فرماید به این که فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین فلم یکو ینفعهم ایمانهم. ما به وسیله انبیا اینها را هدایت کردیم، ولی اینها گفتن همون علوم بشری کافی است، راه گشاست. وقتی نشانه های عذاب الهی را دیدن، گفتن ما ایمان آوردیم، که در این حال این ایمان سودی نخواهد داشت. در سوره مبارکه ملک تبارک الذی بیده الملک و وعلا کل شیء قدیر آغاز این سوره است، در آیه 8 و 9 این سوره این چنین آمده است که تکادو تمیزو من الغیظ کلما الغی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. فرمود جهنم وقتی جهنمی ها را میبیند، از شدت خشم مثل این که میخواهد تکه تکه شود. بعضی ها از شدت غضب احیانا حالت انتحار به اونها دست میدهد. در بین این حیوانات درنده میگویند پلنگ این صفت را دارد که گاهی ممکن است از شدت غضب منفجر بشود. این حالت را میگویند تنمر. تنمر پلنگ خویی غیر از اون افتراس و دریدن است که در شیر و گرگ و امثال ذلک هم هست. شیر مفترس هست و گرگ درنده مفترس هست، اما اون خشم طوری که در پلنگ است در دیگر حیوانات نیست. این حالت را میگویند تنمر. در این کریمه آمده است که جهنم وقتی جهنمی ها را از دور میبیند، مثل این که از شدت غضب میخواهد تکه تکه شود. تکادو تمیزو، یعنی با اینکه یک واحد است، مثل این که میخواهد متفرق و متمیز بشود. تکاد و تمیز من القیس، این جریان جهنم. اونگاه فرمود کلما الغی فیها فوجون، هر وقت گروهی به دسته در این جهنم الغا شدن، سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. خازنان جهنم از این تبهکاران سؤال میکنن مگر انبیا نیامد برای شما؟ مگر کسی نیامد که شما را از جهنم بترساند؟ قالوا بلا. تبهکاران در جواب خزنه جهنم میگویند چرا، انبیا آمدند ما را از خطر قیامت ترسوندند. بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ما حرف اونها را تکذیب کردیم. و قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. ما به انبیا گفتیم وحی اسطوره بیش نیست معاذ الله، و خدا چیزی را نازل نکرده است. از این احتجاج پیداست اون چه که انسان را به جهنم میبرد نافرمانی وحی است. اون خزنه جهنم به جهنمی ها نگفتن مگر عقل نداشتی،
میگویند مگر وحی نیامد؟ این که محور سؤال و جواب وحی است، معلوم میشود عقل به تنهایی کافی نیست. اگر عقل به تنهایی کافی میبود، خازنان جهنم میگفتند مگر عقل نداشتی؟ الان مثلا اگر کسی در رانندگی احتیاط نکند و به سرعت حرکت کند و آسیب ببیند، انسان میگوید مگر عاقل نبودی؟ این احتجاج درست است. اما بسیاری از اسرار طبیعت است که انسان نمیداند زیان دارد، سودمند است یا نه، فرونگیاه خوب است یا نه، فرونکار خوب است یا نه. به ظاهر یا سودمند است یا زیانبار نیست، بعدها میفهمد متضرر شده است. در اینجا که نمیشود گفت مگر عقل نداشتی، چون عقل که درک نمی کند این جزئیات را. و ارتباط تنگاتنگ ما با این حوادث جزئی است که از بسیاری از اینها ما سردر نمی بریم که چی بد است و چی خوبه، کدام گیاه خوبه، کدام میوه خوبه، کدام کار خوبه، کدام روش خوبه، بسیار از اینها رو ما نمی دونیم. لذا محور سؤال و جواب خزنه جهنم و جهنمی ها این نیست که مگر عقل نداشتی. سوال و جواب در این محور است، مگر پیامبر نیامد برای شما توضیح بده و تشریح کند. کلما الغی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، مگر پیامبر نیامد؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، وحی آمد ولی ما نپذیرفتیم. و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. بعد جهنمی ها می گفتن که به قالو لو کننا نسمعو او نعقلو ما کننا فی اصحاب سعیر. در بعضی از بخش ها عقل درک می کند، در بعضی از بخش ها عقل قاصر است. انسان باید سمیع باشد و گوش شنوا داشته باشد. جهنمی ها می گفتن اونجا که عقل رسا بود ما اعتنا نکردیم، اونجا که عقل قاصر بود باید ما به وحی گوش می دادیم، گوش شنوا نداشتیم. اگر گوش شنوا می داشتیم یا در مواردی که عقل درک می کرد به عقل عمل و احترام می گذاشتیم، از اصحاب آتش نمی شدیم. لو کننا نسمعو او نعقلو ما کننا فی اصحاب سعیر. اون به خاطر آن است که شما اگر کلیسا و آثار کلیسا را ببینید، میبینید یک باند جاسوسی غرب است، کلیسایی نمونده در کار. این بیچارهایی که از همه جا محرومن میرن به کلیسا، به یک زحمتی خودشون رو اونجا نزدیک میکنن، بعد به عنوان که توبه کنند و از گناهانشون بیرون بیایند و به جهنم نروند، اون مسئول کلیسا که دست نشونده همون استکبار است به اینها میگوید شما برو در این اتاق تنها اقاری رسه بگو، اقرار بکن چه کردی بگو، بعد هم توبه بکن. اونجا هم نوار هست، این همه قتل ها و غیر قتل هر کاری که کرده میگوید به خیال خود پاک میشود و اون نوار بدون اینکه دستی بخورد به مرکزش برمیگردد و بسیار از جناد از این را کش میشود. این کلیسا که ما هر چه آسیب میبینیم از این کلیسا و امثال کلیساست، اینا نداشتن دین پیشرفت کنند. به حرف بسیار بلندی مرحوم کاشف القتا رضوان الله در کتاب شریف کشف القتا دارد که الان متاسفانه سطوح قوی نیست، به این کتاب ها نمیپردازند. اون وقت طلب ها شرایط یک دور کاملا میخوندند. این کتاب قیم کشف القتا جزو کتاب هایی بود که مأنوس بودند. این کتاب شریف یه اصول دین دارد و یه اصول فقه دارد و یه بخش مهم فقهی. فقه اصغرش با اکبر آمیخته است. یعنی وقتی کتاب صلات را می نویسد، آداب ذکر و دعا را می نویسد، اسرار صلات هم می نویسد. علی حال ایشون در بحث نبوت در همین اوائل کشف القتا می فرمون اگر قرآن نبود و اسلام نبود، امروز اثری از مسیحیت و یهودیت نبود. و اگر مسیحیت در دنیا یه آبروی مختصری دارد به برکت قرآن. قرآن آمد عیسی را معرفی کرد، مریم را معرفی کرد،
وگرنه اون عیسایی که انجیل معرفی میکند که با پیشرفتی علم قابل باور نیست. اون انبیایی که در عهدین فعلی آمده است که تبهکاری رو به اونا نسبت دادن، با خدا کشتی میگیرن، دست به هر جنایتی میزنن، این دین قابل موندن نبود. الان مسیحیت همین مقداری که آبرو دارد در برکت اسلام است. یهودیت همین مقدار آبرویی که دارد در پرتو قرآن کریم است. قرآن آمد موسی را معرفی کرد، هارون را معرفی کرد، عیسی را معرفی کرد، مریم را معرفی کرد، اینا را به عظمت معرفی کرد، اینا را در برابر طاغوتیان به عنوان ستم ستیز معرفی کرد. وگرنه اون چیزی که در عهد اینها آمده است که هیچ عاقلی مسیحیت را قبول نمی کند، هیچ عاقلی یهودی نمی شود که. علی‌حال الان اگر 4 یا 3 میلیارد مردم روی زمین میگن خدا و قیامت، شاگرد قرآنن بالاخره. منتها از این وسط مسیحیت چه رفته برود و به جای این که برگردد، آمده جلوی اشتباهات رو تا یه حدودی گرفته و دارد ارتزاق میکنه. وگرنه الان شما کار این اسقف ها رو ببینید، کار کلیساها رو ببینید، میبینید به این که همون قدری هم که سری به مسیحیت سپردن، سری زدن، همون مقدارم حساب شده نیست. این حرف مرحوم کاشفی دا یه حرف بسیار بلندی است. اغلای هم هستن که فکر بکنن، منتها احیانا تعصب نمی گذارد. وگرنه همین هنری کوربن که با مرحوم علامه تماس داشت میگفت شیعه واقعی منم. بگفت در بین مکتب‌های جهان تنها مکتبی که میتواند مطلب قابل عرض داشته باشد مکتب تشیع است. میگه که بین انسانیت و خدا هرگز رابطه قطع نیست، انسان کاملی همیشه هست و این فقط در مکتب شیعه است. و میگفت اگر کسی بتواند مسئله تجلی را حل کند، مهمترین جایزه را دنیای غرب به او میدهد. اینا نمیدونن که تجلی یعنی چه. یا به دام حلول میفتن، یا به دام بنووت میفتن، یا عیسی را ابن الله میدونن، یا خدا را حال در عیسی میدونن. اصلا درکشون ضعیف است درباره این معارف. نمیدونن که تجلی یعنی چه، فرق تجلی و تجافی چیست، چجور یه امر مجرد در یه امر غیر مجرد جلوه میکنن. اینا نیست. حالا ما چندین بار این آیات قرآن کریم را تلاش و کوشش میکردیم ببینیم به این که چند دلیل قرآنی میتوانیم پیدا کنیم که عقل محور نیست، عقل به تنهایی کافی نیست، وحی ضروری است. به زحمتی که دوتاشو پیدا کردیم، اون که دوتاشو هم که پیدا کردیم معلواسته از ائمه علیهم السلام بود. حالا این چند نمونی که قرائت شد، اینا هم از روایاتی است که عرض میکنم که این روایات در مقام احتجاج به آیات قرآنی استدلال میکنن. یعنی حرف قرآن را علی اولاد علی سلام الله علیهم دارن میفهمن. وگرنه این آیات ما مکرر تلاوت میکردیم، مکرر ورق میزدیم ببینیم در قرآن چند جا خدا میگوید عقل لازم است ولی کافی نیست. به این لطایف بر نمیخوردیم، ولی در روایات این آیاتی خونده شد تو روایات هست. فرمود میبینید شما محور سوال و جواب جهنمی ها چیست؟ نمیگن که مگر عقل نداشتی، میگن مگر وحی نیامده. خب این نشون میدهد یک کسی که زبان قرآن را بلد باشه و حرف قرآن را بفهمه لازم است. و این همون ثقل دیگری است که به نام اطرت سلام الله علیه هست که اینی تارکون فیکومو ثقلت. این آیاتی که تلاوت شد در اثر استدلال ائمه علیهم السلام بود به این آیات که عقل در این حال که لازم است کافی نیست. نوع این استدلال ها در کتاب شریف علل شرایع مرحوم صدوق آمده است. در علل الشرایع جلد اول بابیست، باب 98 به نام باب و علت احتجاب الله جل جلاله عن خلقه. باب بعدی که باب 99 است باب و علت اثبات الانبیاء و رسول صلی الله علیهم و علت اختلاف دلائلهم. اون باب اولی باب بسیار لطیفی است که گرچه تماس مستقیم با بحث فعلی ما ندارد، ولی تبرکن اون جمله را می‌خوانیم برای اینکه حرف اینها نور است، کلامهم نور. در روایت این باب بعضی از زنادقه از امام هشتم سلام الله علیه سوال کردن که لمه تجب الله، چرا خدا محجوب است ما او را نمی‌بینیم. فقال ابوالحسن علیه السلام ان الحجاب عن الخلق لکثرت ذنوبه. او که مخفی نیست، او نور السماوات و الارض است.
مردم در اثر غبار گناه خدا را نمی‌بینند. ان الاحجاب عن الخلق لکثرت ذنوبهم فاما هو فلا تخفى عليه خافیه في آناء الليل والنهار. هیچ لحظه خدا مخفی نیست، نه خدای عالم همانند رب موهوم سابعان است که شبها غروب کند و روزها طلوع کند تا ابراهیم سلام الله علیه بفرماید اینی لا احب الافلین، یا مانند آلهه و ارباب متفرقین دیگر است. فرمود چیزی بر خدا سایه نمی افکند و خدا را مخفی نمی کند و خدا مستور نخواهد شد. خلاصه گناه است که نمی گذارد انسان خدا را بشناسد. در باب 99 علت ضرورت ارسال انبیا را که مطرح می کند، آغاز این سخن که از امام صادق سلام الله علیه است با این جمله شروع می شود: الحمدلله المحتجب بالنور دون خلقه. خدا حجاب او شدت نورانیت اوست، یعنی چون شدید و ظهور است هر کسی نمیتواند او را درک کند وگرنه خفایی ندارد. این را میگوین حجاب نور. در این مناجات شعبانیه که حتی تخرق ابصار الغلوبه حجاب نور، مطلبهای علمی وقتی درکش مشکل هست این حجاب حجاب نوری است. قبلا فرق بین حجاب ظلمانی و حجاب نورانی گذشت، الان ما پشت این دیوار را نمی بینیم چون این دیوار حجاب است، نمی گذارد ما پشت دیوار را ببینیم و از دیوار بگذاریم، منتها حجاب ظلمانی. مسائل عقلی و مطالب علمی که پیچیده است حجاب نوری است. همونطوری که چشم نمیتواند شمس را ببیند، فکر ضعیف هم نمیتواند علم قوی را درک کند. مطلب علمی به درک انسان ضعیف نمیآید. این مطلب علمی حجاب است و نمیتواند شخص ضعیف از این بگذرد، منتها این حجاب حجاب نوری است. در معارف شهودی این مسئله قوی تر هست. اینی که در مراجعات شعبانی آمده است حتی تخرق ابصار الغلوبه حجاب نور، همه این حجاب های نورانی را چشم دل ما بشکافد. حضرت در آغاز سخن فرمود الحمدلله المحتجب بالنور دون خلقه. بعد از اینکه فرمود فوق کل شیء علا و من کل شیء دنا، اونگاه فرمود فتجلا لخلقه من غیر ان یکون یرا. خدا برای خلقش تجلی کرد بدون اینکه با چشم ظاهری دیده شود. و هو یرا و هو بالمنظر الاعلا. اونگاه بعد از چند جمله اینچنین فرمود و ابتعث فیهم النبیین مبشرین و منذرین لیهلک من هلک عن بینتین و یحیا من حیه عن بینتین، که در سوره انفال بود. از بیان حضرت معلوم می شود یک مبدا احتجاج است. ولیعقل العبادو عن ربهم ما جهلوا، یعنی عقل بعضی از چیزها را می فهمد، اون چیزهایی را که نمی فهمد به وسیله وحی باید بفهمد. ولیعقل العبادو عن ربهم ما جهلوا و عرفوه به ربوبیته بعد ما انکرو و یوحدوه بالالوهیته بعد ما عندو. روایت بعدی از ابی بصیر است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که سأله رجل فقال لأی شیء بعث الله الانبیاء و الرسل علیهم السلام الی الناس، چرا خدا انبیا را اعزام کرد؟ فقال لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. این ناظر به آیه سوره نساء است. ولئلا یقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، که ناظر به آیه سوره مائده است. ولیکون حجة الله علیهم الا تسمع الله عز وجل یقول حکایتا عن خزنة جهنم و احتجاجهم علی اهل النار
بالانبیاء و الرسول الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا فی ضلال کبیر، که در سوره مبارکه ملک است. خب همه ما مکرر در مکرر این آیات رو میخوندیم، فحصم میکردیم ببینیم در کجاهای قرآن خدا اصراری دارد، استدلال میکند که با عقل به تنهایی نمیشود زندگی کرد. خب این انما یعرف القرآن من خوطب به، این زبان همه را به خوبی میتواند استنباط کند. همون به این که محور سؤال و جواب جهنمی ها و خزن جهنم این نیست مگر عقل نداشتی، محور اینه که مگر وحی نیامده. معلوم می شود اگر وحی نیاید انسان خیلی از چیزها را نمی فهمد. حالا اون شبهی که نقل شد و جوابش اجمالا گفته شد، بعد از این که از قرآن کریم به خوبی روشن شد که عقل در این حال که لازم است به شهادت این که چندین موارد خدا با عقل سخن میگوید، استدلال عقلی میکند، دعوت به تعقل میکند، ولی معذاله کافی نیست و به وجود وحی ضروری است و وحی به منزله نافله نیست که اگر وحی باشد عقل بهتر درک میکند و اگر وحی نباشد بالاخره عقل لنگون لنگون به مقصد میرسد. این چنین نیست. وحی فریضه است. اگر در منطق از این قضیه بخوان سخن بگویم این چی این خواهد شد که النبوتو موجودتون به ضروره، که جهت این قضیه ضرورت هست نه امکان یا دوام یا فعلیت و امثال ذلک. قرآن کریم در این حال که عقل را لازم میداند کافی نمیداند، و چون قرآن خود را کتاب ابدی میداند حرفش این است الی یوم القیامه. بشر به هر اندازه از نبوغ علم برسد نیازمند به وحی است. طبق این شواهد نقلی هم ضرورت نیاز بشر به وحی تثبیت شده است. حالا زمینه آماده می شود به این که بخواست خدا به جواب تفصیلی از این شبهه بپردازیم. والحمد لله رب العالمین.